درود بر همیهنان ارجمند، شاهین نژاد هستم همراه با دوست گرامی شهرام آریان در نشست چهارم از بررسی هایی که درباره تاریخ معاصر ایران میکوشیم به یک آنالیزی برسیم بر بنیاد آن چیزی که از نظر فرهنگی و توضیحی دیدگاه های رنسانس ایرانی مینامیم. تاریخ ایران معاصر ما خواستیم که از تقریبا آغاز صفویه حرکت کنیم و بیاییم تا دوره انقلاب اسلامی 1357. برای همین 500 ساله و شاید معاصر خیلی واژه درستی نباشه، ولی از اونجایی که ما ایران کلاسیک رو ایران پیش از اسلام میدونیم و تقریبا از پس از فروپاشی ایران شهر و به ویژه ورود قبایل ترک و مغول به ایران تا آغاز صفویه ما یک واحد سیاسی مشخص به نام ایران روی نقشه جغرافیا نداریم. نامی که به کار گرفتیم برای از صفویه به این ور، یعنی 500 سال گذشته رو گفتیم که ایران معاصر، هرچند که خب 500 طول کشیده خیلی همزمان یا عصر نیست. صفویه یکی از شایدم یکی نه خود خودشه جنجالی ترین اتفاقات در تاریخ ایرانه که بسیار بسیار در موردش نظرات متفاوت که نه متضاد گفته شده. کوشیدیم در برنامه پیشین تا اندازه‌ای بپردازیم به زیانهای که به ایران رسید به عنوان پیامدی از آمدن صفویه و سودی که به ایران رسید. از این نظر میکوشیم کار رو آنالیز کنیم و خیلی درگیر احساسات نشیم، افسون بر این که در ادامهش با دوره نادرشاه افشار و دوره کریم خان زند ما تقریبا دو تا دوره متضاد داریم، یه دوره پرتلاطم نادر، یه دوره نسبتا آرام کریم خان، تا اینکه برسیم به دوره فروپاشی دیگر ایران در تاریخ معاصرش، یعنی دوره قاجار که حالا بهش خواهیم پرداخت. و من فکر میکنم در ادامهش حتما به برنامه امروز نمیرسیم، ولی در برنامه آینده گل سرسبد احتمالا این آنالیز آن چیزیست که در سال 57 در ایران رخ داد که فکر میکنم برای همیهنان خیلی از همیهنان تازگی داشته باشه. شهرام جان رشته سخن به دستت، برگردیم دوباره به صفویه. با درود شاهین جان و درود به بینندگان گرامی. ولی راستش بخواید گل سرسبد داستان اگه فرصت کنیم بهش کافیم، این مسئله تئوری جهان نگریه که شما وقتی بستر کلیدی نگاهت به زندگی، نگاه کار کردید و کارید و ارزش گذارید بر یک بنیاد دیگری نهاده شد، دیگه در اون بستر کار میکنی. و من چند بار عرض کردم دشواری که مثلا شاه عباس داشت همونی بود که رضا شاه داشت، چون در این میون جهان نگری دستکاری نشده بود. جهان نگری ایرانی ها پس از اسلام که خب منحرف شد، از سده پنجم ششم هجری به این ور در انحرافش جا افتاد، یعنی اون جهان نگری نو نصب شد روی روانها. پس از اون دیگه ما توی دوره هستیم. حالا این از پس از سده ششم سلجوقی ها اینا باید حمله مغول که دیگه کشور دیگه خیلی به قهقرا رفت به خاطر حملات بیرونی و این دیگه دو چندان به چشم میزد که همه چی گسسته، ولی صفوی هم که اومدن سر کار و یه نظم مرکزی پدید آوردن، حالا میگم با تمام انتقادایی که ازشون دور زمانم خیلی زیاد میشه، ولی اون نظم مرکزی رو که پدید آوردن، ولی بستر انسانی که میخواستن باش کار کنن همون بود، یعنی پس از همین همونی که پس از سده ششم هجری دیگه جا افتاده. برای همین هم من عرض کردم که شاه عباس که به دست و پا افتادن افتاد وقتی میخواست این برنامه های سازندگی رو جلو ببره، آخر سر بیشتر دست میاخت به مستشارا و به ارمنیایی که میآورد و اسکان میداد از این حرفا. با خود مردم مانده بود چی کار بکنه، مردمی که مسئله اصلی درونیشون دیگه کار کردن و کوشش کردن نبود، ساختن نبود، بر ساختن جهان نبود، چیزای دیگه بود، همونی که جنبندی میشد در تجارت و غارت. حالا ما کارمون اینجا الان اما شکافتن صفویه نیست، من اونا رو فقط آوردیم برای اینکه
یه افسانه رو بشکنیم یا اسطوره رو که بله ایرانیا تفلیا به وسیله جنگای ایران و روس غافلگیر شدن و بعد دیگه تا اومدن به خودشون به جنبن دیدن که این فرنگی‌ها خیلی جلو زدن، تلو تلو خوردن، به زیر نفوذ استعماری رفتن، یعنی غافلگیر شدن، نتونستن اینا به سرعت واکنششون بدن، بعد رفتن زیر نفوذ استعماری. نه از این خبرا نیست. اولا که خود اون شکست ایران روس هم بند کافی زمان میداد، خود اونم که آغاز سده 19 هم بود خیلی زمان میداد، اگه قومی میخواست بر بنیاد اونم حتی واکنش نشون بده در عرض 30-40 سال میتونست، چنانکه ژاپنی هم در سده 19 هم تو 30 سال واکنششون دادن. از میانه سده 19 هم که کم کم فشار انگلیسی ها و امریکایی هم تنزیه بالا گرفت و اون تأخیرهای نسبی که بهشون روا داشته شد وقتی میخواستن فرنگی ها در بنادر ژاپنی رو باز کنن رو به تجارت، واکنش ژاپنی ها و فرماندهان نظامیشون و قیصرشون این بود که در 30 سال کشور مدرنایز کردن. بدون کمتر از 30 سال شهرام جان فکر کنم چنان مدرن شدن که نیروی دریایی روسیه تزاری رو داغون کردن. بله از عجایب تاریخ بشره. یعنی شما در سده 19 هم باشی بدون تلگراف، بدون ایمیل، بدون ارتباطات، بدون هیچی در حقیقت، و اون ور دنیا باشی با فرنگم در تماس درست درمون نباشی. ما مثلا هی میگیم که مثلا ایرانم تماس نداشتن عثمانی و اون تفلی ها که اون ور اقیانوس بودن و هیچ نداشته باشی، فقط 150 تا اینا دانش جو رو فرستادن به کشورهای فرنگی، اونا درس خوندن بازگشتن و خود اونا بنیاد همه چی ریختن با یک سرعتی. هنگامی که رضا شاه خواست همین طرحو پیاده کنه و دانشجوهای ما رو بفرسته به فرنگ و برن برگردن، اینا رفتن ایدئولوگ شدن و کمونیست شدن و از کار منحرف شدن الی آخر. حالا آقای مهدی بازرگان یکیشون بود، برگشت در ایران به جایی که کتابی در مورد فیزیک و مکانیک و مهندسی بنویسه، یک کمکی به دانشجوی ایرانی بکنه، یک آموزشی بده، کتاب مطهرات در اسلام بود. بله کارش آنالیز آفتابه بود، کار بود درست آفتابه. این اون ژاپنیا که در سده 12 هم بدون یاری این کار سترک رو انجام دادن در 30 سال، در حقیقت یه استاندارد گذاشتن که آقا معیار اینه، اگه کسی غیرت و عقل داره اینه معیار. بنابراین در 30 سال 35 سال هم اگه اراده کنی میشه. پس بنابراین شکستای ایران از روس در آغاز سده 19 هم نهایت زمان رو داشت ایران. ژاپنیا میانه سده 19 هم آغاز کردن. دیگه چه برسه که ما بازگشتیم دیگه روغنشو داغ‌تر کردیم و گفتیم که ایرانی‌ها در حقیقت برخلاف ژاپنیا اینا 500 سال زمان داشتن هر کاری دلشون می‌خواد بکنن. چون شاه اسماعیل از 500 سال پیش این کشور دوباره برهم نهاده بود، یگانه کرده بود. اون داستان مشکل ملک و طوایف و اون خرطوخر حملات ازبک و نمیدونم ترک و مغول و اینا به پایان رسیده بود، کشور ثبات کشوری پیدا کرده بود، دیگه ایرانی ها دلشون میخواست هر کاری دلشون میخواست بسن بکنن. اگر جهان نگری درست حسابی داشت، آفرین، اگر جهان نگری اون ساسانی رو میداشتن، اون زرتشتی های سخت کوش منطق گرای اله، بله اگه اونجوری بودن از ژاپنی ها زودتر این کار رو میکردن، اونم نه 1850 مثلا 1600. یعنی از همون روز اول همپای فرنگ میشه. من این رکبت بگم ایرانی ها اگه زرتشتی بودن اون زمان که تماس با فرنگی ها پیدا کردن، مثلا بعد از شکستشون در چالدوران اینا زرتشتی بودن که شکست خورده بودن نه مسلمان از این حرفا، در عرض 50 سال خودشون به فرنگ میرسوندن وسط قرن 17 هم. بعدش فرنگی ها از اون طرف، اینا از این طرف، امپراتوری عثمانی رو تیکه میکردن، پخش میکردن، میونه خوشن دو تیکه میکردن، یکی اینو میخورد یکی اونو میخورد، چون آنی همپای همون فرنگی ها میشد. همین اتفاق هم به یک سرعتی میافتاد که اصلا بیننده در شگفت میشد. یعنی از اون برپذیری و از اون جویایی و از اون آموزپذیری که این قوم موقع میداشت تو اون حالت اون جهان نگری. ما میتونیم نمونه کوچکترش رو شهرام در آنچه که در مورد پارسیان هند انجام شد ببینیم. به محض اینکه در پیوندی با بریتانیا قرار گرفتن، فرنگی‌ها به اونجا رفتن، پاشون باز شد و اینها یه مقدار محدودیت‌ها روشون کمتر شد، هر کدومشون تبدیل به یک موتور شدن و یک جهان صنعتی رو در هندوستان درست کردن، نه جهان
دلالی و واسطه‌گری و بازرگانی، جهان صنعتی رو درست کردن. یک جمعیت کمی که الان حدود 47,000 نفر هستن، صنایع سنگین هندوستان دست اینهاست. مشخصا اینها مشتی نمونه خروارن. اینها مثل اثبات ریاضی از مشت خروارم گذشته. در حقیقت مثل آزمایش، مثل لوله آزمایشگاه که توش تو این ویت رو تو وقتی آزمایش میکنی میتونی این ویور هم پیش بینی کنی. یعنی اون 100 و خورده هزار نفر که هنوز تو هند هستن که شاید میونه صده 19 هم مثلا 30-40 هزار تا بودن، 20 هزار دو هرچی بودن، و هند اون موقع 200 میلیون نفر بود، اینها تمام کارهای صنعتی هند رو اینا کردن. خود هندی ها که رو به قبله دراز بودن، یعنی وقتی که انگلیسی آمدن، در خاطرات افسرهای انگلیسی و کارگزارای انگلیسی هم این مسائل به جزئیات میشه ردیابی کرد، که اینا میگن که ما با یه قومی اونجا برخورد کردیم، اقلیت عجیب و غریبی بود، منظورم چی هست این، به نام پارسی ها. ما فقط دیدیم که فرقش با بقیه هندی ها مثل این سیاره تا اون سیاره است. اینا رو نوشتن انگلیسی های صده 19 هم، چون نمیدونن این چیه، پارسی نمیدونن چیه، دیدن با اون یکی فقط فرق میکنه. بعد نوشتن که کنجکاویشون، کوشاییشون، همهشون 100 برابر اون هندی های دیگه است. اصلا غیر عادیه. اینا نمیدونستن که اینها فقط یک رگه کوچیک گریخته‌ای هستن از اون ایران ساسانی از بین رفته. و اگه اون کشور تو ارکان خودش مونده بود و بدنه قشر میانش همینجوری بود، نه اقلیت 20,000 نفری در رفته، بلکه 20 میلیون نفر آدم اینجوری می‌داشت، اول اصلا فرنگ اصلا اینقدر جلو نمیزد که میخواد خوشو برسونه. خودش هم می‌خواست برسونه تو 30 سال وسط قرن 16 17 هم می‌کرد این کارو. ولی اینا رو ما الان بذاریم کنار. من عرض کردم که من صفوی برگشتم که ورشکستگی فرهنگی ایرانی‌ها رو 10 چندان نمایان کنم بعد از اسلام. که آقا اینا مسئله اصلا ایران و روس نبود که بگیم 180 سال 200 سال زمان تا الان گذشته. حالا اون موقع مثلا قرن 16 هم زمان بود این کار. بابا اینا از وسط قرن 16 هم دیده بودن فرنگی ها چی دارن. وقتی که تو چال دوران شکست خوردن، عرض کردم که خب اینا میدونستن که سلاح فرنگی بوده، اون میدونستن که از کجا دست عثمانی رسیده. هیچ واکنش سازمان یافته انجام نشد. واسه اینکه شما چند تا فرنگی بری باشون صحبت کنی، ببینن چیکار میکنن، راه سپار بکنی برخیا رو به فرنگ، اینا برن آموزش پیدا کنن، برگردن فلان، اینا همه کارم میشد کرد. شاه عباس برادران شلده آوردن انگلیسی ها رو که بیاین توپخانه برامون درست کنید و اینا، و با ناپلون صحبت هایی کرد که کارخونه جاتی بزنن، و بعد از شاه عباس موند، یعنی دیگه ولو شد. حالا مال ناپلئون همون مال دوران قاجاره، اون اوایل قرن 19 همه. مال شاه عباس آدم این دوره ها رو انقدر میپره این وران ورکه دیگه خود منم سرگیج گرفتم کجا هستیم، ولی یه جوری باید این 500 سال اخیر رو جمع‌بندی کنیم. ولی مال زمان شاه عباس اتفاقا خیلی جالبم هست، یه آدم بگه آدم سردرد میگیره. شاه عباس پایان دورانش، حالا که بده به طرف پسینیان خودش، باور نکردنیه، با آستانه جنگ داخلی انگلستان برهم میفته سر ایجاد دموکراسی. یعنی جنگ داخلی انگلستان 1641 ناغاز شد تا 49 رفت، نبرد کرامول و شاه چارلز، باور نکردنیه. ما تو دورانی که تو الفبای این مونده بودیم که اصلا این 4 تا توپ بیاد بگیریم بریزیم، اینا تفنگ و اینا در بحثای عمیق فلسفی فرو رفته بودن که دیگه اصلا دموکراسی داشته باشن نداشتن، چیز از این دست. این صورت جلسه های نشست میونه نماینده های پارلمنت و چارلز، که با چه ادبی چارلز اینا رو دعوت میکرد، یعنی چه فرهنگی هم اینا داشتن که مخالفین خودش رو که جمهوری خواه بودن و میخواستن به حالتی پادشاهی رو برچینن، این با نهایت ادب دعوت میکرد به داخل کاخ، اینا میشستن با هم صحبت میکردن و آخرم توافق میکردن برای اینکه با هم توافق ندارن. یعنی چارلز مثلا با رؤسای پیوریتن ها که مثلا کیا بودن بزرگانشون اون موقع، جان پیم بود، آیرتن بود، فیرفکس گاهی باشون میرفت، و این حالا کرامبل موقع جونیور بود، تنسو رد دوم بود، به هنگام جنگ داخلی برآمد. اینا میرفتن و صورت جلسه ها مونده که اینا با چه ادبی با هم دیگه صحبت میکردن، و بعد وقتی توضیح میدادن که ما میخوایم اختیارات پارلمان رو برکشیم، یعنی پارلمان اونا یه چیز کلاسیک در جوامع هند اروپایی بود، شبیه همین مهستان اشکانی خودمون، بیشتر از اون نبود، همون هاوس آف لوردز بود. بعد میخواستن برکشنش،
و ازش یه پارلمانی درست کنن که شاه و به حالت تشریفاتی یا نیمه تشریفاتی، حالا تشریفاتی کامل نبود، تبدیل کنه. و این شاه هم برمیگشت با زبان باز و آشکار از اینا میپرسید، چه میدونم، gentlemen, if you're going to make a puppet king out of me, from me, how should I be of any service to my people? اینا مونده تو پروتکل ها که اگه منو شما تبدیل به شاه عروسک وار بکنید، من چجوری خدمت کنم به ملتم؟ بعد اینام توضیح میدادن، ایشون دوباره پادبرهان میبود. ای 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 ای، این همون زمان صفوی است که حالا ما تازه نیمه نظمی به دست آوردیم، ولی هنوز در حال چارتیک کردن و کشتن و این مسائل تو جامعه بودن. اینا نماینده های پارلمان میمدن، در نهایت ادب با شاه صحبت میکردن در مورد اینکه شاه رو میخوان کاهش بدن به حالت تشریفاتی، و شاه هم با ادب جوابشون داد. بعد که به توافق نرسیدن، با ادب از هم جدا شدن که در یک جنگ داخلی حلش کنن. یعنی اصلا ارکان ادب و جنتلمنی و شوالیگی که شما در اون دستگاه میبینی فقط موضوع تکنولوژی نیست. شما بعد جهان قبل از اسلام ساسانی هم اینجوری بود. یعنی شما میرفتی پیش من، نمیدونم، یه پهلوان ساسانی و بهش میگفتی که آقا ببین من یه راه نوعی به سرم زده، ما میخواییم راه بیفتیم بریم یه سری مردم بکشیم، یه دینی چیزی نامده میگه که ما محقیم بر این کار، بعدم که کشتیمشون میخواییم به بچه هاشون تجاوز کنیم و برده بفروشیم. این ممکن بود با مشت میزد تو دهن شما که فکت خورد بشه، بعدم شمشیر رو شما بکشه به اون درخواست دوئل کنه از همین توهینی که به شرف شوالیگیش کردی، همچین پیشنهاد فرومایه بهش کردی. خب اونا از بین رفتن و جایگزین شدن با کسایی که کار و زندگیشون هر روز همین بود. و موضوع فقط تکنولوژی اینا نیست، موضوع اون فضای آشفته و زبان نفهمیه که بعدن برآمد. و این به صفوی هم رسید. من فقط این داستان شاه عباس که پایانش تقریبا همزمان افتاده با آغاز جنگ داخلی در انگلستان و با اون داستان‌های مؤدب و متمدنی که ما از اون داریم، من این آوردم واسه که تناقض بیکران آدم ببینه. حالا این شاه عباس بیچارم کوشش میکرد که تو همین خراب آباد آشفته به نام ایران اسلامی یه نیمه نظمی، یک چهارم نظمی پدید بیاره. طفلی خیلی مرد باهوش و عاقلی بود، مثلا تو همه زمینه‌ها کوشش میکرد که دست بیازه. مثلا خیلی تا به امروز بهش تهمت میزنن که خود او تقریبا همزمان با او مدرسه فلسفی قزوین یه جورایی تتمش بسته شد. که ولی فشار اون شرعیون رو نمیبینن، متشرعین رو، که این شاه عباس اینا رو هی دعوت میکرد به نشستای گفتاری با آدمای روشنتری که اونجا در دست بودند و خود اونم زنده نگهشون داشته بود، دست حافظش رو بالا سرشون نگه داشته بود، مثل میرداماد، میرفندلسکی و الی آخر. حالا صدرا که زیر دست اونا برآمده بود، بعدن دیرتر اومد، ولی در آغاز درجه اول تکیهش روی میرداماد و فندلسکی بود. تا اندازه‌ای هم از شیخ الاسلام زمان خودش بهم اعتماد داشت، اونم آدم نسبتاً روشنی بود، حقیقت وزیر دادگستری بود. اینا رو برکشیده بود که به اون مسلمونای کل خراب باورمند نشون بده که عصر عقلانیت داره میاد. یعنی اون چیزایی که من میگم اسماعیل، شاه اسماعیل یا تهماس بینا عقلشون نمیرسید، یا حالا بعد از اونا تا خدا بنده، عباس میدونست اینا رو. عباس با نهایت زیرکی این بحثا رو در دربار و جای دیگه میذاش انجام بگیره که فضا باز بشه. اونا وقتی برهان‌های فلسفی میرداماد یا فندلسکی میشنون، یه خورده رو مغزشون اثر کنه و اینا به اینا بفهمونه که همونطور که فرنگی‌ها به سوی عصر عقل دارن میرن، همون موقع 400 سال پیش، یعنی اون موقعی که هنوز وقت بود، اینم بتونه در و اینجا باز کنه و اینا اهمیت عقل رو بفهمن. حتی طفلی علاقه نشون داده بود به اینکه براش بیان ایران باستان رو توضیح بدن، اونجا رو هم بفهمه، به همه چی کنجکاو بود. ببین نسبت به این خراب دنیا اسلامی که ایران توش دیگه مونده بود و مانده بود، من چند بار عرض کردم این خسرو انوشیروان روزگار اسلامی بود. حالا این نمیدونم خودش هم مثل همه اون مسلمانان روزگار بچه باز بود، هزار تا مشکل روحی دیگه داشت، این دیگه برآمده از این زباله دنیا بود که توش زاده شده بود. ولی از نظر هوش مادرزادی خیال داسته باشه، این انوشیروان بود، به همه جا حواسش جمع بود، نه فقط بحثای خردگرایانه یا رشنالیستی ایجاد میکرد میونه
فیلسوفا و اون شرعیون، بلکه حتی رو مثلا دقت داشت که امنیت اجتماعی که برکشیده میشه، نه فقط امنیت بازرگانی بی نظیری که پیدا برده بود، حتی دقت داشت که وضع خانوما یه خورده بهتر بشه. در ایران اسلامی بعد از همون قرن 4، 5، 6 هجری دیگه رسم بود که هر کسی خانومی بره بیرون یه جور در حقیقت تومه آزاد بود، من اصلا زنده بسه به جای یا نه. این همه برقه و نمیدونم چادر و نمیدونم کیسه گونی و اینا که سرشو میکنه از ترس همین بود و طبیعی هم بود. حتی در روزگار آغاز صفوی میزان تجاوزهای جنسی که میشد به روال همون به حمد الله 800 سال قبلش از اومدن مسلمان ها تا اون موقع مثل ریگ دم دریا بود. همه عادت داشتن به تجاوز جنسی به زنا. تو مناطق مثلا کشورهایی خورده اسلامی تر دور ایران هم دور بر ایران هم هنوز همین هست، حتی به امروز همین هست، نه داخل افغانستان یا جای دیگه، عادیه. کسی که کمر این مسئله رو نخستین بار شکست شاه عباس بود و اومد مواردی رو که رخ داده بودن در داخل کاخ یا در اصفهان از کسایی که نه تجاوز، اصلا آغاز به دست درازی کرده بود یا متلک انداختن، به چنان شدتی کیفر کرده بود که زبون افراد بند اومده بود. بعدش خود فرنگی ها اظهار شگفتی کردن که تو شهرهای ایران خانوما خیلی راحت رفت آمد میکنن، بجو تو اصفهان. یعنی حتی به این مسائل دقت داشت که باید فضا رو تو باید متمدن کنی، فضا رو باید متمدن کنی، مغز رو باید باز کنی به مسائل عقلی. ولی خب نکته بسیار جالب اینه که کارهاش، کارکردش آخر محدود بود و با مرگ خودش هم بخش بزرگش فراموش شد. البته نظم نسبی زمان صفوی موند، حتی تا زمان سلطان حسین، شاه سلطان حسین نظم بود، آرامش بود، اون خرط و خر قبلش نبود، که دلایلی که پس از صفوی هم مردم همیشه یادگار صفوی ها رو مثل اسطوره در یاد نگه داشته بودن به خاطر آرامش نسبی اون زمان بود. یه چیزایی از کاراش موند، ولی مثلا در بخش گرایاندن به کار منطق، گسترش کار منطق و سازندگی کامیاب نبود. عباس دوم البته یه سری کوششای کرد، شاه عباس دوم، ولی تقریبا رو به فراموشی بود و اون استاندارد خود اون رو هم به دست نیاورد. چرا؟ چون تو بنیاد جهان نگری که در کشور بود و به ویژه اون زیربستر زیرینش که اینا رو نگه می‌داشت، اسلام که از نو هم مقاومت می‌کرد علیه این منطق گرایی و خرد گرایی و سازندگی و هم پس از رفتن اون کسی که اینو برمی‌انگیخت کوشش می‌کرد دوباره همه چیز به حالت قبلی برگردونه. این حالت اسلام در نگه داشت از پسماندگی و منطق زدائی اکتیو کار میکنه، پسیو نیست، یعنی دقیقا میدونه که چی میخواد. به عبارت دیگه شهرام جان، کوشش هایی که در دوره اسلامی تاریخ ایران چه از سوی دولت مردان شده مثل شاه عباس که اشاره کردید، چه از سوی کسانی که اندکی شعور داشتن و خواستن که به گونه تغییرات ایجاد بکنن، مانند این بوده که شما یه بستر خراب یک زمین بد بخوای بذر بریزی، بخوای که کود بریزی، بخوای که آبو اضافه کنی، بخوای که سموم دفع نمیدونم آفات گیاهی بیافزایی، عملا زمین پس میزنه. این زمین در واقع بستر اسلامی جامعه است. بله، اون میخواد هی برگرده به همون حالت دیگه، استعاره دیگه، مثل یه فنر فولادیه که به یک مرکزی بسته شده و تو با زور اینو میکشی میخوای جدا کنی توی مسیر دیگه ببری، ولی به مجرد اینکه رها کنی اون فنر بر میگرده سر جای اولش. اگه با تبرزین نزنی و اون فنر رو قطع نکنی بر میگرده اون سر جای اولش. این تبرزین هیچگاه دیگه زده نشد. یعنی واپس این کسایی که میخواستن بزننش تا صده 4 هجری بود، همون قیامای در حقیقت منطقه ای تو ایران و اینا، یا آل بویه و زیار و اینا دنبال اون بودن که اون فنر رو قطع کنن یا اون بستر مسموم رو دوباره اصلا لایروبی کنن. پس از اون دیگه کسی با فنره کاری نداشت، یه سری کارهای منطقی میکرد و با مرگ خودش همون دوباره برمیگشت سر جای اولش. ما الان از صفویه میگذریم که عرض کردم پس از مرگ عباس هم که همین بستر منطق ستیز در علمای روزگار صفوی که اکثریت که مثل میرداماد اینا نبودن که بلکه همون از اون شرعیون بودن، اینا آخر سر برگشتن سر روال
پیشینشون، حالا نظم نسبی و آرامش نسبی زبان صفوی بود، خدا پدرشون بیامرزه، مردمی نفسی کشیدن. ولی داستان رو به همین فاصله گرفتن بیشتر از منطق و فناوری رفت، به جای اینکه راههای شاه عباس ادامه پیدا کنه، که در پایینش که همون سستی عجب و غریب زمان شاه سلطان حسین بود که برخی یاغیای منطقه‌ای حتی میتونستن بیان همه چی رو بمالونن، به هم بریزن، به همه الاخر از بین بره. با از میان رفتن اون که خب یه عصر وحشت اومد و کوتاه، و پس از اون نادرشاه برآمد. این نادرشاه به خاطر این که تعصبی تو کار دین شیعه نداشت، خب خیلی مثلا گفتن که این مرد میدونست چی کار داره میکنه و یک سیستم مثلا منطقی میخواست برکشه، شاید مثلا ادامه شاه عباس بود. من نادرشاه توی رده بندی شاه عباس از هوش مادرزادی نمیبینم. نادرشاه برای امور اقتصادی اصلا طرحی نداشت، برای سازندگی بنیادی هم طرحی نداشت. نادرشاه یه جور اسکندر مقدونی ایرانی بود، یعنی یه جور نابغه توی مسائل تاکتیکی استراتژیکی، که علاقه و عشقش این بود که از کشور امکانات نظامی برگیره، واسه همین اون مالیات های کمرشکن رو میگرفت و با این مالیات ها بدن جهانگوشایی در رده های خیلی بزرگ بکنه. در نظر داشت که در حقیقت سه بخش اصلی جهان رو میخواست بشکنه بگیره، یعنی ازبکا و ترکمنها رو میخواست در شمال ایران برای همیشه متلاشی کنه و اونجا رو بره بگیره تا دریاچه آرال، این در حقیقت به مرزهای ساسانیا برسه تو شمال شرقی. توی خاور میخواستش که هند رو تصرف کنه برای همیشه و نگه داره، و بعد طرح گذاشته بود که این کارا که یه آماجگاهی رسید میخواست کار عثمانی ها رو یک سره کنه، یعنی میخواست یک ذره بزنه بیاد تا استانبول و هرچی هست و نیست ریشه بکنه، دقیقه بگیره. این خب یه طرحهای خیلی بزرگ بودن در ابعاد ناپلئونی یا اسکندر مانند، یا مثلا آدم یاد ممکنه کوروش کبیر هم بندازه، ولی ذهن نادر تو مسائل اجتماعی اینا کوروش کبیر نبود. طرحی برای آرامش اجتماعی یا برای گسترش صنعت یا بازرگانی یا گسترش کار علمی نه اصلا نداشت. زیرو. نادرشاه شرام به نظر میاد که با توجه اون چی که در مورد کارنامهش میدونیم و شرایط اسفباری که در زمان نادرشاه در ایران ایجاد شد، از نظر افت کشاورزی، از میان رفتن بازرگانی، از میان رفتن برخی روستاها و کلن تلاطم بسیار بسیار شدیدی که تو کشور بود که انجام هر کار اقتصادی یا صنعتی رو مختل میکرد، به نظر میاد نادرشاه کاش به عنوان به قول ساسانیان اسپهبود ارتش ایران باقی میموند، فرمانده ارتش بود و کسی دیگری تاج بر سر داشت با یه فکر دیگری که میتونست از توان نادر و از نبوغ نظامی و بهره بگیره برای دفاع از کشوری که از چند سو واقعا مورد حمله بود و مورد دشمنی داشت قرار می گرفت. از خلیج فارس بگیریم، پرتغالیا و هلندیا و انگلیسا، تا غرب و شمال غرب عثمانی ها، تا شمال شرق ازبک ها و همینطور دیگران. از این رو فکر می کنم در جای درست قرار نگرفته بود نادرشاه. حالا در زمان پس از اسلام آخه خسرو انوشیروانی وجود نداشت که این بخواد سپهسالار اون باشه. تازه حتی اگه نادرشاه مثلا با چیز چه میدونم شاه عباس همزمان میافتاد، اون میشد شاه، میشد سپهسالار، من بهت میگم چی میشد. در کوتاه‌ترین مدت نادرشاه دنبال این بود که این شاه بسیار خوب رو هم سرش رو زیر آب کنه، خودش شاه بشه. ببین اسلام کاملا ریشه های اخلاقی ایران رو سوزونده، یعنی موضوع فقط خردگریزی نیست، موضوع فقط گرایش دائم به تبحش و از بین بردن دیگراندیش نیست، موضوع به خوار و ذلیل کردن مثلا زنها که اون برآورنده کودک ها هستند و به وسیله اون دوباره بی‌شخصیت شدن کودک ها نیست، موضوع در تمرکز قدرت وحشتناک تو اون اللهه و اون شکنجه‌های آسمانیش که بعد الگو میشه برای تمرکز قدرت تو کار زمینی و شکنجه‌های زمینی هم فقط در این نیست، به حمد الله ولمنه که همه چی رو میسوزونه، اصلا ارکان وفاداری رو میسوزونه تو انسان. چون شما وقتی محور اعداد عقلت رو اصلا از دست دادی
و همش تو اندیشه‌های مالی خولیای فرو رفتی، شما از اون متانت رو نداری که بخوای وفادار باشی. ما چرا زمان ساسانیا اینطور نبود که هر دائم هر روز 45 تا کودتا باشه که یکی بخواد اون شاه رو بزنه کنار خودش شاه بشه؟ پیش میمد گاهی بریم، اندک بود، خیلی اندک بود، هم اون بود که تو اروپا بود مثلا ممکن بود، ولی زمان پس از اسلام اصلا احدی رو تحمل نمیکنه. نادرشاه اگر زمان شاه عباس بود حتما کوشش میکرد که شاه عباس رو مسموم کنه خودش شاه بشه. البته در زمان شاه عباس دوم این کار رو داشت، عملا فرمانده لشکر بود و شاه عباس دوم هم حضور داشت و حالا برهابش خدمت کرد، ولی نهایتا زیر پاش جارو کرد، حالا به علت برخورد هایی که داشتن، یعنی عملا با شاه عباس یکم که همزمان نبود، ولی با شاه عباس دوم که جوانی بود در اون هنگام و بعد شاه شد، عملا نادرشاه همچین بحرانی دچار شد که آخرم با اون لویی جورگهی که به اصطلاح در دشت مغان رو انداختن قال قضیه رو کند. درسته، البته امروز ما روز ای خورده فراموشیمون هست، تو عباس سوم رو میگی؟ سوم بله، آخری. نه، اونی که میخواستن بعدن جور کنن که دوباره صفوی ادامه پیدا کنه. درست. نادرشاه هم در آغاز که برخواسته بود میگفت آقا من اومدم که فقط نظم خوبی رو که ما زمان صفوی داشتیم دوباره برکشم و من میخوام فقط اینجا سپه سالار باشم، کشور که به سامان شد آقا من همون کار سپه سالار رو میکنم. دقیقاً همون الگوهای برتر اخلاقی رو به بیرون وانمود میکرد، ولی مسئله اصلیش این بود که میخواست شهر عباس سوم خلاص بشه. با مدتی هم ازش پشتیبانی کردن. من به تو قول میدم در دوران پس از اسلام ما کمتر آدمی داشتیم که اصلا معنای لویالیتی رو بفهمه. شهر جان، حضور یعنی تشکیل آن مجلس بزرگان که در دشت مغان انجام شد و منجر به انتقال شاهی از خانواده صفویه به نادر شد، آیا به نظر در ایران پس از اسلام یه چیز تازه و نسبتاً درخشانی نبود؟ من عرض کردم ما این نشستار اینجا واسه چی میکنیم؟ واسه اینکه این کشور آسیبای شدید از سوی اسلام دیده، داغون شده، ولی به وسیله موندن برخی مسائل مثل خود زبان فارسی در چارچوب شاهنامه اینا نمرده. برست. میشه دوباره اون رگه ها رو گرفت و کاملا تعمیرش کرد و شر اسلام هم خلاص شد، یعنی تبدیلش کرد تو کتاب های تاریخ به یه کابوسی که اون وسط بوده و بعد گم شده رفته. من مطمئنم که ایران رو هنوز میشه کاملا برکشید و این رگه هم خوش نشون میده. یعنی یه آدمی این ساده برآمدگی مثل نادر، دانشمندم نبوده، ولی تو این مملکت ظاهرا تو امور خصوصی اینا که با هم صحبت میکردن همون زمان صفویه، ظاهرا چون نگه کن آرامش دوباره اومده بود بعد از شاه اسماعیل و تا عباس بینور، ببینید از عباس بینور مردم یه خورده روحی ایرانیشون یه خورده پیدا کرده بودن. درسته موتورهای تولیدی نشده بودن مثل زمان ساسانیا چون آیین زرتشت از بین رفته بود، ولی آرامش خودشون و متانت خودشون رو پیدا کرده بودن. ظاهرا اینا با هم صحبت میکردن، به هم احترام میذاشتن و تو این محیط دوباره برخی روحیات ایرانی از زیر اون باطلاق اسلامی دوباره برآمده بود، سر برکشته بود. و یکی از اونها این بود که آقا وقتی دیگران داره اندیشه هستن و ایستی میفهمن، من وقتی میخوام خارج از رده شاه بشم باید یه رویاوردی به اینا بکنم، نظر اینا رو بپرسم. حالا درسته که تعارف بود و از قبل همه چی رو آماده کرده بود که کسی نه نگه، ولی خود این امر یه چیزی بود که ایرانی بود، هیچ ارتباطی به جهان اسلام نداشت. به اون بزن و بکوبا و بکش و تمرکز قدرت های عجیب و غریب اینا، به ویژه که به کارهای ترکی مغولی هم ارتباطی نداشت، چون کارهای ترکی مغولی هم سیستمش اینجوری بود که حالا نادر از یه طرف هم میبینه که چنگیز خان و تیمور خیلی دوستش، به تیمور رو هی اشاره میکرد که میخواد تیمور دوم بشه، خودش در حد بدبختی این کشور نشون میده. ولی در زمان اونا هر کسی که قلدرتر بود میزد و اینکه رو میکش میشد مثلا رئیس ایل. اینی که یه کسی بیاد و در متانت، حالا اگر حتی تعارفیه، همه رو جمع کنه و نظرشون رو بپرسه،
که این انتقال دودمان یه حالتی از مشروعیت ملی داشته باشه، این همون رگای ایرانیه. کاملا. به ویژه این که گرد آوردن نزدیک 20,000 تن از همه ایران در دشت موان یه مقدار امکانه به نظر من تبانی رو کم میکنه. اگر قرار بود 50 تا اونجا تصمیم بگیرن میشد اینا رو تحت نفوذ قرار داد. فکر کنم نادر میدونست با توجه به جو حاکم و اینکه اون الان تنها امید کشور برای آوردن ایران از بحران بیرون، فکر میکنم بهش نگاه میکردن. نکته جالب اینه که به هر حال بپذیریم نادر به عنوان کسی که مذهبی نبود و اصلا شیعه نبود، در پایان دوره صفوی، یعنی پس از 200 خورده ای سال تبلیغات خیلی خیلی شدید شیعه 12 امامی، میاد شاه ایران میشه بدون که شیعه باشه. اینم به نظر من باز باید کردیت داد به آن آخرین نفس‌های ایران، ایران کلاسیک، ایران پیش از اسلام که هنوز کشیده میشده، که این کشور این فضا رو میده به کسی پس از 200 و چند سال حکومت خیلی خیلی جدی شیعه 12 امامی بیاد، شیعه نباشه، شاه هم بشه و بعد تازه فرمول بده که برای پایان دادن به درگیری‌های شیعه و سنی، همونطوری که سنی ها چهار فرقه هستن، حنفی و مالکی و شافعی و حنبلی، بیاید شیعه هم حساب کنیم که فرقه پنجمه، شما که چهار تا با هم اختلاف دارین حالا یکی هم بین خودتون قبول کنید. حالا به نظر من فارغ از این که اصلا شیعه و سنی خودش کل قضیه گرفتاری در اسلام داره، اینو به عنوان یه فرمول سیاسی دادن برای اینکه تنش و بحران در کشور کم بشه، از سوی یک سرباز مثل نادر که احتمالاً با چهار تا آدم دیگه مثل خودش مشورتی کرده، باز یک جرقه به نظر من امید برانگیزه در اینکه شعور کامل هم تعطیل نشده بوده توی این کشور. من عرض کردم زمان صفوی برخی رگه های خورده دوباره رسته بود، اومده بود بیرون. ببین اون 200 سالی که نظم نسمی بود و به ویژه در زمان شاه عباس بزرگ و ادامه اون، مردم یه مقدار شخصیت پیدا کرده بودن. من حتی بهت گفتم که رفته بود شاه عباس دنبال این که حتی وضعیت زنا رو بهتر کنه، که اگه کسی بی احترامی میکرد میتو دماغ میبریدن. واسه اینکه زنا بعدن کارشون اینجور شده بود که وقتی شاه عباس کاملا جا افتاده بود، خود فرنگیان اشارات عجب غریب کردن که یو میتونست حتی بعد از اون یا شب پاشه بره یه جایی تو خیابون یه چیزی برداره ببره برسونه. اینا امنیت تو حدی بود حتی برای خانوما که اصلا باور نکردنی بود در جهان اسلام، و مردم تو اون زمان یه خود شخصیت پیدا کرده بودن و این شخصیت ایرانی خودشون هم بازگشته بودن. بعدم این مسئله، یعنی این خب نادر میدید که حالا چقدر بحران اومده بعد از سقوط شاه سلطان حسین، ولی میدید که این آدمایی که خود داره شخصیت هم. من باید یه رجوعی به اینا بکنم، نظر اینا رو بپرسم. این وقتی محیط خب کلا ایرانی تر میشه و اون شخصیت کلاسیک ایرانی و اون رفتارهای دوباره متین میاد بیرون، اون فرمانده هم بالاخره دیگه به روی دروازی میفته. روزگار مغول و ترک و اینا نبود که ای سر ببری و منارا رو بشموری. زمان حمله عرب هم نبود که یارو به بچه یارو داره تجاوز میکنه، دومی داره میخنده، داره درخت داره اره میکنه. نه، یه کارا دست ایرونیا افتاده بود، ایرونیای اسلام زده و آسیب دیده، ولی خود ایرونیا. یکی این مطلب بود که این متانتی که اومده بود تو اون فرمان لشکرم اینو ایجاد کرده بود که آقا تو یه خورده باید با وقار بیشتر برخورد کنی و نظر بپرسی. مطلب دیگر این مسئله میهندوستی برآمده بود زمان صفویه، که ایران رو دوباره کشف کرده بودن، چون ایران قبل از صفویه فقط تو اشعار دیگه مونده بود برای قافیه و اینجور چیزا. عمان ارزش اصلا کاملا سوخته بود، رفته بود کسی نمی‌دونست ایران کجا از خوردنی پوشنی چیه، هر کسی بچه یه منطقه اش بود. ولی از زمان شاه اسماعیل که این به شدت شاهنامه رو برکشید و نام خودش رو شاه ایران برای اولین دفعه دور گذاشت، شاید درست درمون ایران، و من عرض کردم اون رفتن دیگه درفش کاویانی کشف کردن تو اشعار آوردن اینها، و بعد تا دیگه تا شاه عباس که اینقدر جا افتاده بود ایران به عنوان ارزش ملی که ازش فراموش شده بود، این امپراتوری کاملا دوباره جا افتاده، که برای خود شاه عباس یه مسئله خیلی اصلی و اساسی شده بود. وقتی مرزا رو میخواست پس بگیره دیگه چیز میکرد، اشاره میکرد به وظایف ملی و اینها، دیگه مثلا دینی و نمیدونم ایلینا نبود. درسته. یا مثلا وقتی خبر میآوردن که یه مثلا فرمانده لشکری یه جای مثلا کارشو خیلی خوب انجام داده اینا، مثلا گزارش هست که یو عباس به اش تو چشاش جمع میشد، مثلا به ایران سفارش میکرد، یه بیتی از شاهنامه میآورد، فضا اصلا اینجوری بود. بجز این اسلامه که
در حقیقت بلای جون این مملکت شده بود، صفویه در حقیقت آسیب های از زمان ساسانی ها زده رو تعمیر کرده بودن، کشور درست کرده بودن، خیلی از چیزها رو بازیابی کرده بودن، فقط این اسلام بلای جون این کشور مونده بود. اگه اون نبود، خود اصلا شاه عباس خیلی چیزها رو برمی کشید به تنهایی تا حد اروپایی ها. برام در آنچه که از زمان نادرشاه مونده، حالا یادداشت‌های او که به قلم در حقیقت به خامه میرزا مهدی خان استرآبادی منشی و دبیرش که همیشه کنارش بوده و طبیعتاً چیزایی که نادر میگه اون نوشته، یک میهن دوستی خیلی پررنگ و برجسته ای تو نزد نادر هست. یعنی مطالب روزانه داره نشون میده که این فرد بر مسئله ایرانی بودن، دفاع از کشور، حرمت داشتن برای عرض کنم خدمتون اتباع ایرانی در اینجا و اونجا، یک اعتبار عجیب قائله. و به نظر میاد که به هر حال چون فرزند زمان خودشه، به نظر میاد در مثلا 30-40 سال پایان صفویه این صحبت ها و بحث ها بوده دایمان. نادر اینگونه بار اومده، چون نادر به هر حال فرزند یه پوستین دوزه، کسی نیست که فرض کنه از یه خانواده خیلی فرهنگی و برجسته مثل دهقانان اواخر دوره ساسانی بوده باشه. به هر حال ما دوره صفوی رو همچنان که سیاهیاشو میگیم، باید برخی از نکات مثبتش هم بگیم، چون آنالیز تاریخی باید بر اساس واقعیت‌ها باشه، نباید خیلی روی حب و بغض باشه. من اصرار دارم اگه اسلام تو ایران نبود، خود صفویه به عنوان ساسانی های دوم به تاریخ میرفتن، چون از روز اول حساسیتشون رو برکشیدن ایران بود دوباره تو همون وضعیت گیج و گنگی که بین ارث رسیده بود. و در نیمه دوم صفویه این مسائل جا افتاده بود در مورد احترام به رعیت، احترام نسبی، این چیزی که اون درمان درک میکردن، بحث نسبی میونه عالمین، دانشمندا که شاه عباس خیلی کوشش کرد، ولی بعد از اون دوباره این شرعیون دیوانه اومدن به همون راه اسلامی رو قوی تر کرد. مسئله ایران به عنوان ارزش ملی، ارزش ملی، و اینا خب جمع شده بود، نادرم اینا بهش رسسته بود، به خاطر اون پوستین دوز اینا همه میشناخت و همش هم به اینا اشاره میکرد وقتی که شروع کرد این بازپسگیری کشور رو جمع و جورش کردن، و که مثلا حالا شاه صفوی هم بذارن بر سر کار، مثلا عباس سوم، اینها همش اشارهش به این مسائل ملی بود و این انگیزه ها رو به شدت برمی انگیخت. جای اصلا از اسلام قرآن دیگه حرف نمی رفت. جالبه که شهرام جان یک اصول اخلاقی رو هم حتی نادر و بعد کریم خان رعایت کردن. شاهرخ به هر حال از خانواده صفوی بود که فرماندار بود در خراسان و مقیم مشهد بود و اینا همیشه احترامش رو داشتن و هیچگاه در هنگامی که سر قدرت بودن، چه نادرشاه و چه کریم خان، هیچ اقدامی برای کنار زدن او از فرمانروایی خراسان که به هر حال اون موقع ثروتمندترین استان کشورم بود نکردند. و به هر حال مشخص یه نیمچه احترامی برای صفویه حتی پس از فروپاشی صفوی قائل بودن که به هر حال آقا محمد خان سر رسید و باز دوباره با همون روش مغل معابانه بلاهای عجیب و غریب و سر شاهرخ آورد و شکنجه‌های عجیب و غریب و بعد کارهای بسیار زشتی که کرد که دوباره ما رو وارد یه فاز دیگری کرد. فکر میکنم شهرام جان اینجا در دوره نادرشاه یا پایان نادر یه مکسی بکنیم به خاطر زمان، یه دو سه دقیقه هم یه گپی با همیهنان بزنیم، بقیه مطلب رو برای برنامه بعدی پی بگیریم. درسته، الان موقع رفتن به قاجاره. درسته، جمع شدیم. درسته، من در برنامه‌های پیشین دو بار فکر می‌کنم از همیهنان خواستم که در صورت امکان به جنبش رنسانس ایرانی کمک و یاری مالی بکنن و برخی از همیهنان محبت کردن، چک فرستادن و یا طریق پیپل پرداخت داشتن که من دو ماه گذشته رو جناب شهروز اش که صندوقدار بنیاد رنسانس ایرانی هستم محبت کردن، فهرستش رو به من دادن. من فقط نام ها رو میخونم و بسیار از این همیهنان و دوستان عجبان سپاسگزارم. بانوان، خانم جوانشیر و خانم کیوانی و
آقایان، جناب زربخش، جناب مظاهری، جناب حدادی زاده، جناب خیران، جناب نصیری، جناب بیگدلی، جناب داوودی، جناب کرمی و جناب قیصری. اینها مربوط به این تقریبا دو ماه گذشته هست. مبالغ کوچک و بزرگ بوده، در حال نفس این که احساس مسئولیت میکنه انسان به اقدام میکنه بسیار بسیار برای من ارزنده است و از این بابت از دوستان بسیار سپاسگزاریم. کار در جنبش رنسانس ایرانی نیاز به منابع مالی داره، برای اینکه پروژه های بزرگی داریم، کارهای بزرگی در دست کار داریم و در عصر کنونی بدون کانادا پشتیبانی مالی کار خیلی خیلی کند و خیلی کم رمق پیش میره. از این نظر امیدوارم که این دوستان همتشون ادامه پیدا کنه، کسانی هم که تا کنون اقدامی نکردن اقدامی بکنن. ما هم باید هزینه ایر تایم ماهواره بدیم به تلویزیون پارس و هم هزینه های شبکه های اجتماعی رو داریم، تولید کتاب داریم، کتاب های بسیار بسیار مؤثر تو شکل گرفتن این رستاخیز ایرانی و کارهای از این دست. در همین بالای صفحه همچنان که میبینید در حقیقت تارنمای جنبش رنسانس ایرانیه و در اونجا دگمه دونیشن یا همیاری رو میبینید که میتوانید رو اون کلیک کنید و کمک های خودتون از طریق کردیت کارت روانه کنید. بسیار سپاسگزاریم. الان هم اینی که ظاهر میشه روی صفحه در حقیقت کانال یوتیوب ماست. محبت کنید، سابسکرایب کنید و دیگر همیانان رو دعوت کنید که برنامه ها رو ببینن. برنامه هایی که در آرشیو هست به زمان چند ربطی نداره، عموما بحثای کلان تاریخی و فرهنگی که اگه پارسال انجام شده باشه امروز هنوز موضوعیت داره دیدنش. ببین این مسئله کمک مادی و اینا رو الان کسانی که تو این جنبش رنسانس میخوان همکار کنن باید جدیتر بگیرن. یعنی من پیشنهاد میکنم هر کسی به خودش بگه که انگار من اونجا بودم، داشتم یا خودم کتاب مینوشتم یا خودم یه برنامه رو تولید میکردم، مثلا من معادل 5 ساعت یا 10 ساعت نمیدونم کاریم در ماه معادل اون چیزی که در میارم واقعا کمک اساسی بکنم. ایرانی ها باید پس از این 1000-1400 سال واقعا از این حالت گفتار درمانی در بیان و وارد فاز یا گامه کنشگرایی بشن. کنش، تکان دادن، منشأ اثر بودن، این گفتار دائم و بعد بهش ذکر مصیبت که اونا اصلا بیشتر دوست دارن و بعد به یاد ذکر مصیبت هم گریستن، این خنده داره. یعنی شما الان یک کنش آماجمند نیاز دارید و در این کنش آماجمند یکی از بهترین جاهایی که وجود داره رنسانس ایرانی، بگم اون دیگران هم کارشون خیلی ارزش داره، ولی یک سنگینگاه های اینجا داره، یک تکیه هایی داره و اون وقتی بیننده ها میبینن و میبینن که این اونیه که میتونه کلید بهتری داشته باشه یا کارکردش روی چیزی که دیگران اون صورت در دقت ندارن، باید نهایت کمک رو بکنه و دیگران رو هم بکشه و وارد این قطار بکنه و هدفمند بشه. این مسئله باید گردش مالیش به شدت بالا بره برای اینکه پروژه های بزرگ را بندازه. در حد گفتار بس نیست، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. بله درسته. خیلی سپاسگزارم شهرام جان و همچنین سپاسگزارم از همیانان برای توجهشون. به دو تا فرصت دیگر. بدرود.